سرخط خبرها. پیشروی نیروهای امنیتی در شهر کندوز. ساختمان ولایت و فرماندهی پلیس به تصرف نیروهای امنیتی درآمد. سخنرانی دکتر عبدالله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. لانه های امن حراس افغانان در خاک پاکستان است و باید اسلام آباد به وعده هایش عمل کند. ما از پاکستان می خواهیم به آنچه که رهبری این کشور چند ماه پیش در مورد از بین بردن لانه های حراس افغانان وعده داده بود عمل کند. ما همچنان از شرکای منطقه‌ای و متحدان جهانی خود می خواهیم که وخامت اوضاع را درک کرده. واکنش ها بر عملکرد طالبان در کندوز. سازمان ملل متحد، فدراسیون جهانی خبرنگاران و سازمان عفو بین الملل عملکرد طالبان با غیر نظامیان و نهادهای رسانه‌ای را نکوهش کردند. درگیری میان نیروهای امنیتی و داعش در ننگرهار. تا اکنون 60 تن از داعشیان در ولسوالی اچین کشته شدند. و سوریه نقطه تنش آفرین میان امریکا و روسیه. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام به مجمع خبری نیمه روز از یک خوش آمدید. مایشه ایلیات میزبانتان. نیروهای امنیتی دوباره بخش های زیاد کندوز را تصرف کردند. ساختمان فرماندهی پلیس، تعمیر ولایت، چوک کندوز، زندان سردوره و پل آلچین به تصرف نیروهای امنیتی درآمده است. بامداد امروز نیروهای امنیتی از 4 استقامت شدیدترین عملیات را برای بازپسگیری کندوز آغاز کردند. پلیس میگوید که تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. بشیر احمد قاسمی گزارش میدهد. طالبان دیروز توانستند شهر کندوز را تصرف کنند. ساختمان های دولتی را باتش کشیدند. دکان ها، مغازه ها و بانک ها را تاراج کردند. اما بامداد امروز نیروهای امنیتی موفق شدند که بخشی از شهر کندوز را دوباره به تصرف خود درآورند. عملیات شدید از 4 استقامت به سوی شهر کندوز بامداد امروز آغاز شده است. تعمیر جدید قماندان امنیت ساعت زیر دوره مدیریت مبعث به تصرف نیروهای امنیتی در آمده و تصفیه شده از وجود مخالفین. همچنین از چند نقطه دیگه نیروهای امنیتی در حال پیشروی و تصفیه مناطق از وجود مخالفین هستند و انشاءالله به یاری پروردگار تا ساعت دیگه تلاش داریم که بتوانیم شهر از وجود مخالفین پاکسازی بکنیم. نیروهای امنیتی اطمینان میدهند که تا شام امروز شهر کندوز به گونه کامل به تصرف نیروهای دولتی در خواهد آمد. درگیری شدیدی که امشب داشتیم، ما تلفات سنگینی به مخالفین وارد شده، همچنین در نتیجه بمبارد تیاره ها هم تلفاتی به مخالفین رسیده که آمار دقیقی در دست نداریم، اما تلفات بسیار سنگین به مخالفین وارد شده و خوشبختانه که نیروهای امنیتی تا فعلا بدون تلفاتی ندارند. پلیس میگوید که تلفات سنگین به طالبان وارد شده است، اما رقم دقیق تلفات را نمیگوید. نیروهای زیاد به محل رسیدند. بیشتر فرماندهان محلی، والی کندوز و برخی از عوامل نفوذی طالبان در نهادهای دولتی کندوز را عامل اصلی سقوط این ولایت میدانند. همین اکنون سید سرور حسینی، سخنگوی پلیس کندوز، را از طریق تلفن با خود داریم. آقای حسینی، با تصرف ساختمان ولایت و فرماندهی پلیس، نیروهای امنیتی دیگر چی دستاورد دارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و هموطنان عزیزی که صدای مرا میشنوند. همین لحظه صبح امروز تا به حال درگیری های شدید جریان داره و نیروهای امنیتی همچنان در حال پیشروی هستند. سه اراده موتر رنجر که قبلا به دست مخالفین افتاده بود، او در یک درگیری دوباره نیروهای امنیتی توانستند که موترها را پس بگیرند و بیش از 20 تن از افراد مخالفین که سوار رنجرها بود به هلاکت رسیده. همچنین از سه استقامت دیگه هم پیشروی ها ادامه داره و انشاءالله به یاری خداوند امیدوار هستیم که به زودترین فرصت بتانیم که دشمن های ملت از شهر کندوز دوباره به عقب بزنیم. آقای حسینی، با آغاز عملیات بازپسگیری شهر کندوز طالبا فرار کردن، آیا گفته میتونید که عقب نشینی طالبا بیشتر در کدام بخشا بوده؟ ما تلاش داریم که انشاءالله بتانیم ضربه محکمی بزنیم به این عملیات و از چند استقامت درگیری را بالای مخالفین آغاز کردیم تا زمینه
فرار به اینا مساعد نشه و بتونیم اینا را به هلاکت برسانیم یا دستگیر بکنیم. و بیشتر اینا تلاش دارن که خود دوباره به سوی ولسوالی چهاردره انتقال بده. بخشی از گرتب که هنوز هم به سر تصرف طالبان از اینا تلاش دارن که دوباره به جای قبلشان برگردن. آقای حسین، بسیاری از کارمندان دولتی پس از اینکه شهر کندز سقوط کرد به دست طالبان در یک حالت سردرگمی به سر می بردند. از سرنوشت کارمندان چی خبر است؟ ما اکثریت ادارات و مسئولین در تماس هستند با این کارمندان و اینا هم خودشان در بخش‌های از شهر مخفی کردند و عده زیادی هم اینا از اینا خودشان به میدان هوایی دیروز کشیده بودند. و ولی طالبان با خانه‌های اینا را و کارمندان اکثریت تاجرها و کارمندان دولتی را از صبح امروز تا به حال مورد چور و چپاول قرار داده و خانه‌هایشان و اموالشان را به غارت بردن. آقای حسینی، آیا در این عملیات بازپسگیری نیروهای خارجی هم سهم دارند؟ این عملیات تنها نیروهای امنیتی افغان است، اما حمایت هوایی را که ما داریم تیاره‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حمایت خارجی هم با ما هست. آقای حسینی، گزارش ها می رسانند که در برخ نقاط طالبان در حالت عقب نشینی به خانه ساکنان محل می رن. آیا حمایت مردمی از طالبان وجود داره؟ نه خیر، مردم به این صورت از طالبان حمایت نمی کنند. از دیروز تا به حال جنایات را که طالبان انجام دادن، چور و چپاول دکان ها، تلافروشی ها، تلافی ها، خانه های مردم و کشتار زیادی از مردم بیگناه، اینا برای مردم یک ضربه بسیار محکمی بوده که باعث نفرت مردم شده و مطمئن هستم با پناه بردن این افراد به خانه های مردم تلفات بیشتری را خواهند دید و مردم هم خودشان به یک جا اعلان حمایت کردن که با طالبان می جنگیم و در هر کوچه و پس کوچه که اینا را بتانیم بریسگاریم به علاقت می رسانیم. آقای حسینی، به عنوان پرسش آخر، نیروهای امنیتی تا چه زمان شهر کندز کاملا تصرف خواهد کردن؟ تلاش جریان داره که انشالله به یاری پروردگار بتانیم که امروز ما دوباره شهر را پس بگیریم، در صورتی که مشکل جدی موازی نشیم انشالله تمام توان ما با تمام توان تلاش داریم که امروز دوباره شهر از تصرف طالبان تصفیه بکنیم. تشکر از شما آقای حسینی. سلامت باشید، خدا نگهدار. سید سرور حسینی، سخنگوی پلیس کندز بود و آخرین جزئیات در مورد عملیات بازپسگیری شهر کندز ارائه کردند. ادامه خبرها. برخی از مهاجمان خارجی در همکاری با طالبان در کندز در برابر نیروهای امنیتی می جنگند. رئیس جمهوری در سخنرانی امروزش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته است تا به وعده هایش برای از بین بردن گروه های حراس افغان که مسئول حمله بر خاک در کشور هستند عمل جدی کنند. عماد روستایی با جزئیات بیشتر. حضور و لانه های امن گروه های حراس افغان در خاک پاکستان زمینه ساز ایجاد چالش در افغانستان شده است. رئیس اجرایی در سخنرانی امروزش در مجمع سازمان ملل متحد پاکستان را مکان امن برای گروه های حراس افغانان و به ویژه گروه حقانی دانسته و از این کشور خواسته است تا برای از بین بردن لانه های حراس افغانان به وعده هایش عمل کند. لانه های امن حراس افغانان و شبکه های حمایتی آنها در پاکستان همچنان زمینه ساز ایجاد مشکل در افغانستان است. شبکه حقانی مقصر اصلی دانسته شده و خواست ما از گذشته برچیده شدن لانه های آن بوده است. سخنرانی رئیس اجرایی در مجمع سازمان ملل متحد ساعت پس از سقوط کندز به دست طالبان صورت گرفته است. دکتر عبدالله تاکید کرده است که برخی از مهاجمان خارجی در همکاری با طالبان در سقوط کندز نقش بیشتر داشتند. ما از پاکستان می خواهیم به آنچه که رهبری این کشور چند ماه پیش در مورد از بین بردن لانه های حراس افغانان وعده داده بود عمل کند. ما همچنان از شرکای منطقه‌ای و متحدان جهانی خود می خواهیم که وخامت اوضاع را درک کرده و از دفاتر خود و یا هر وسیله مؤثر دیگر برای حمایت از آرمان های ما برای یک فرایند اعتماد سازی واقعی و خواست ما برای ادامه گفتگوها با طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح استفاده کنند.
دکتر عبدالله همچنان از تهدید گروه‌های هراس افغانی به ویژه گروه داعش در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است که فعالیت این گروه در افغانستان در حال گسترش وحشت است. وی همچنان هشدار داده است که جهان با تهدیدهای جدی روبرو است و از سازمان ملل متحد خواسته است که برای چهره شدن با این چالش‌ها افغانستان را یاری کند. دکتر عبدالله سفرش به نیویورک را نیمه تمام گذاشته و به زودی به کشور برمیگردد. ریاست اجرایی میگوید آقای عبدالله قرار بود اول اکتبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند، اما او به دلیل وضعیت نابسامان امنیتی و جنگ در کندز بیانیه اش را صبح امروز به وقت افغانستان در نیویورک ایراد کرد و پس از ملاقات با باراک اوباما و جو بایدن به کشور برمیگردد. امروز بعد از ملاقات با رئیس جمهوری امریکا و معاون رئیس جمهور آقای جو بایدن با بحث روی آخرین تحولات نظامی امنیتی افغانستان دوباره به کشور برمیگردند تا در داخل افغانستان ناظر وضعیت امنیتی و حملاتی که دولت در کندز را اندازی میکنه باشند و همچنان از لحظه که تحولات شکل گرفته از نزدیک با مسئولین در مرکز و در کندز در تماس هستند و این کشاف که طالبان در ولایت تخار به هدف تصرف ولسوالی های اشکمش و ینگ قلعه این ولایت حمله کردند. حمله بر مرکز ولسوالی اشکمش پس از چاشت روز گذشته و بر ولسوالی ینگ قلعه بامداد امروز آغاز شده است. خلیل اسیر سخنگوی فرماندهی پلیس تخار میگوید درگیری نیروهای امنیتی با طالبان در این ولسوالی هنوز هم ادامه دارد. وی میافزاید که 18 طالب در درگیری با نیروهای امنیتی در ولسوالی ینگ قلعه و 2 طالب دیگر در ولسوالی اشکمش کشته شدند. با گفته اسیر در این درگیری ها 1 تن از نیروهای امنیتی کشته و 7 تن آنان زخم برداشتند. در این حال فرماندهان پیشین جهادی در ولایت تخار آماده همکاری با نیروهای امنیتی برای مقابله با طالبان و هراس افغانان خارجی در این ولایت شدند. این فرماندهان امروز در گرد همایی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار اعلام کردند که برای مبارزه با طالبان و هراس افغانان در کنار نیروهای امنیتی قرار می گیرند. این در حالی است که در پی حمله طالبان بر شهر کندز نگرانی ها از حمله افراد این گروه به ولایت های همجوار آن به ویژه تخار بیشتر شده است. آمادگی خود دارم اگر دولت مرکزی دیجو کمک هم نکنه کمانمانوهایی که دیجو سابقه دار هستن در مقاومت بودن در جهاد بودن از خاک خودشان از سرزمین و تخار انشاءالله دفاع میکنن. بسیار انشاءالله وضعیت خوب است. مورال مرکز تخار عالی است. اما برتان اطمینان میتونم که انشاءالله در تخار هیچ گپی نمیشه و اگر شوم انشاءالله مردم تخار و کمانمانان جهادی تخار در کنار دولت خود است. مردم ملت خود را در جریان قرار بدیم، تصمیم نهایی خود را به امر ملت خود بگیریم. در گذشته امیر رقم در طالب فاسق دندان شکن داد، جواب دندان شکن داد. فدراسیون جهانی خبرنگاران حمله طالبان بر رادیو تلویزیون روشنی کندز را شدیداً محکوم کرده است. این فدراسیون در خبرنامه گفته که این حمله طالبان تهدید برای آزادی رسانه ها در افغانستان است و باید این گروه از حمله بر رسانه ها خودداری کند. فدراسیون جهانی خبرنگاران همچنان از حکومت افغانستان خواسته است که در تامین امنیت خبرنگاران توجه کند. روز گذشته طالبان پس از تصرف بخش‌های زیاد شهر کندز بر ساختمان رادیو تلویزیون روشنی حمله کرده و آن را آتش زدند. در این حال سازمان ملل متحد نیز حمله طالبان بر شهر کندز را نکوهش کرده و در خبرنامه نگاشته است که حمله بر غیر نظامیان و کشتن آنها نقض آشکار و حقوق و قوانین بشری است. از سوی هم سازمان عفو بین الملل از هر دو طرف درگیری در کندز خواسته است که امنیت غیر نظامیان را در نظر گیرند. امنیستی یا سازمان عفو بین الملل افزوده است که طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان باید در جنگ بر بنیاد قوانین جهانی امنیت غیر نظامیان را تضمین کنند. این سازمان حمله بر غیر نظامیان را جنایت جنگی گفته است. ۶۰ تن از افراد وابسته به گروه داعش در درگیری با نیروهای امنیتی در ننگرهار کشته شدند. افراد وابسته به داعش بامداد امروز به هدف پاسگاه‌های مرزی ولسوالی اچین حمله کردند، اما با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. احمد زی عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار میگوید درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد وابسته به داعش هنوز هم ادامه دارد. به گفته عبدالزی
چند روز پیش نیز افراد وابسته به داعش در پی حمله دیگر به این پاسگاه ها متحمل تلفات سنگین شده بودند. در همین حال حضرت حسین مشقی وال سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار از درگیری افراد طالبان با افراد داعش در مربوطات ولسوالی بتیکوت این ولایت خبر میدهد و میگوید که در این درگیری 4 تن از افراد وابسته به داعش و 2 طالب کشته شدند. اوس پورې کوم گزارشات ترلاسه شوی دی په دې نښته که مخالفین ته درنه مرژوبله اوښتې ده، که څه هم دقیقه احصایه وجود نه لري، اما د محل نه امنیه قمندان صاحب او نور مسؤلین ولسوال صاحب او د اردو مسؤلین چې کوم گزارشات اوسه پورې ورکړي، دوی وایي چې د 500 نه تر 600 پورې تلفات ورته اوښتې دي. با این حال پیشروی طالبان در بخشهای از شهر کندز موجی از انتقادها را برانگیخته است. برخی اعضای مجلس نمایندگان و آگاهان نظامی میگویند که نبود اطلاعات استخباراتی و غفلت مقامات محلی در کندز سبب سقوط بخشهای از این ولایت شده است. آنان هشدار میدهند که اگر حکومت مرکزی برای بازپسگیری بخشهای از کندز به گونه جدی اقدام نکند، پس از کندز ولایت های تخار، بغلان و بدخشان هم به دست طالبان خواهد افتاد. اما درستی گزارش میدهد. آتش نبرد دوباره پیکر کندز را زخمی کرده است. حملات گسترده طالبان بر شهر کندز با موجی از انتقادها روبرو شده است. آنچه که به بی‌پروایی و کوتاهی مقامهای محلی برای تامین امنیت کندز دانسته می شود. دولت هیچ پلان نداره و هیچ خبر نداره و حتی اگر بخوایم که پیدا بکنیم وزارت دفاع و داخله را ما نمیتونیم پیدا بکنیم که حداقل کمک برای از اون مردم بکنه که مردم از خاک خود دفاع بکنه. برخی از آگاهان نظامی مقامات محلی و حکومت مرکزی را به بی‌توجهی متهم می‌کنند و تاکید دارند خلای اطلاعات استخباراتی نیروهای امنیتی را غافلگیر کرده است. اطلاعات دولتی بسیار در این قسمت ضعیف بوده و اونا معلومات نداشتند، اینا را یک قسم حمله غافلگیر کردند. بدون شک اگر مرکز توجه نکنه و ولایت‌های همجوار از طرف بغلان خصوصا کمک نرسه، یعنی قندوز شاید مدت زیاد دوام داده نتواند. اما باز هم طالبان چگونه توانستند تا کوچه های شهر برسند؟ تحرکات دشمن در کندز تازگی ندارد. از چند ماه به این طرف به شدت در اطراف و حومه کندز تحرکات دشمن بود. در مقابلش نیروهای امنیتی افغانستان هم عملیات های تصفیوی داشتند. متاسفانه دیروز به یک بارگی وضعیت جنگ در کندز تغییر کرد. اینا توانستند در ساحاتی از منازل مسکونی سنگر بگیرن و تهدیدات جدی را متوجه قسمت‌های از نواحی شهر کندز به وجود بیاید. وزارت امور داخله تاکید می‌کند عملیات گسترده‌ای را برای پاکسازی طالبان آغاز کرده و به زودی به این چالش پایان خواهند داد. در حال حاضر هم قوت‌های بیشتری که اعزام شده هم از مرکز هم از ولایت همجوارش بیشتر نیروهای پلیس است. انشاءالله که با حضور نیروها و با عملیات پاکسازی که در ساحل اندازی میشه این تهدید برطرف میشه. انتقادها از غفلت وظیفوی مقامات محلی و نیروهای امنیتی در کندز در حال مطرح میشود که طالبان بخشای کندز را تابستان امسال به تصرف خود درآوردند و از آن زمان تا کنون در این مناطق فعالیت داشتند، اما دولت کدام عملیات را برای بازپسگیری این مناطق انجام نداد، چیزی که منجر شد تا طالبان این گونه شهر کندز را در محاصره خود درآورند. رئیس مجلس نمایندگان والی کندز را هم دست طالبان می داند و حمله گسترده طالبان به شهر کندز را به همین موضوع پیوند می دهد. رئیس مجلس می گوید بارها این مسئله را با رئیس جمهور شریک ساخته است، اما رئیس جمهور غنی به تعهدات برای تغییر آوردن در رهبری این ولایت عمل نکرده است. برخی اعضای مجلس هم غرب را در ناامنی های کشور دخیل می دانند و خواستار احضار سفیران امریکا، بریتانیا و نماینده سازمان ملل متحد از سوی حکومت هستند. جناب رئیس، مسئله قندوز گپ عادی نیست، اینجا معامله است. مسئله کندز بحث داغ مجلس. تمام شهر کندز زیر پوششی از آمده، مردم در یک تنگنا به اثر میبرن، از یک خانه به دیگر خانه فرار میکنن، بسیار وضعیت خراب است. تا هنوز به کمکشان هیچ قوایی از قول اردوی شاهین از هیچ طرفی برشان نرسیده. همه به گونه انگشت انتقاد را به سوی حکومت نشانه گرفته اند. رئیس مجلس هم والی کندز را هم دست طالبان میداند، چیزی که به باور او سبب شده تا طالبان این گونه به کوچه های شهر داخل شوند. رئیس جمهور اعتراف کرد پیش هر دو
مسئولین امنیتی ما ناکام هستیم. از ما 24 ساعت 48 ساعت وقت خواست. در 24 ساعت ما دو ولسوالی که فعلا در دست دشمن قرار داره او را آزاد میکنیم. در 48 ساعت ما مسئولین قندوز را تبدیل میکنیم. تمام مردم قندوز بیزاری خود از والی برحال قندوز که جدا با طالب هماهنگی خود داره، برای امروز هم در داخل شهر قندوز دشمن نفوذ کرده. متاسفانه از رئیس جمهور شروع تا آخرین قدم‌های مسئولین امنیتی در پیوند به امنیت افغانستان ناکام است. بلان تصمیم بگیرین شما. چیزی که ما میتونیم من حیث یک نهاد قانونمند جز استیضاح چی را میتونیم؟ شماری هم هشدار میدهند که اگر نیروهای تازه نفس به کندوز فرستاده نشود، احتمال آن وجود دارد که شهر کندوز به دست طالبان سقوط کند. برخی دیگر اما حمله طالبان به کندوز را معامله حکومت با طالبان میدانند. روانان قندوز سقوط کرده، سقوط چی مانده دیگه؟ و یک کوچهش مانده، هنوز میگیم که سقوط نکرده. ما در گپ خوش بودیم که شهرها سقوط نمیکنه، دمی گپ زندگی میکردیم. طالب بر هیچ کس رحم نمیکنه، اختیارش در دست خودش نیست. از جانب دیگه برنامه ایشانی است که بغلان را وقت دولت سقوط قرار دادن. ما دیروز در بغلان بودم، از سر سرک 5 تا 10 کیلومتر طالب دور است. بیرقش است، مکتبش است، بازارش است. اگر خوب بلند صدا کنی صدایتان طالب میشنوه. که حالا این مسائل را کنار بگذاریم، با این تعیینات نمیشه، با این همین لویدرسیز، با این همین قماندان قلوردی شمال، با این همین والی قندوز شما نمیتونین که نگاه بکنین شمال را. تنها قندوز در آتش جنگ نمیسوزد، بل بخش های دیگر از کشور نیز سرنوشت مشابه دارند. مجلس نمایندگان هشدار میدهد که گروه داعش همکنون در بیش از 20 ولایت در حال سربازگیری است. بناهن اگر بر پاکستان فشار آورده نشود، دامنه این ناامنی بیشتر و بیشتر خواهد شد. از مسئولین امنیتی خواسته شود در پارلمان افغانستان تا پیرامون این مسئله که واقعا نگرانی های شدید را به وجود آورده است، توضیحات مبتنی بر واقعیت داده شود، نه مبتنی بر اینکه ظاهرا مردم را و رسانه ها را راضی نگه دارند. بسیاری دست‌های بزرگترین کشورهای جهان را در پشت این همه ناامنی در کشور می‌دانند و می‌گویند حکومت وظیفه دارد تا نمایندگان آنان در افغانستان را احضار کند و دلایل آن را بپرسد. برای طالب میگه که امریکا تا اینجا پیش برو، باز برای افغان‌ها میگه از این پیشتر نرو. هر دو ما در پیشاپیش روی هر دو قرار داریم و جنگ امکانات هر دو طرف پیش می‌بره. د امریکای سفیر او غړی، د برتانیې سفیر را وغړی، او د ملل متحد نماینده را وغړی. دا درې کسان هغه کسان دي چې دغه څومره لوبې په افغانستان کې کیږي، اصل ریموډ یې دوی سره دی. که نور هیڅ نشو کولی، هیڅ نوه فشار نشو روړی، جناب رئیس حداقل د افغانستان د اوضاع په هکله باندې یو پریکړه لیک ورته ویلی شو. سرانجام مجلس فیصله کرد که برای استیضاح مقام های امنیتی امضا جمع آوری می کند. مقام هایی که همواره به ناکاری و سهل انگاری متهمند. با این همه وزارت جنگ نیز از چند ماه به این سو با سرپرست اداره می شود. این بود تازه ترین خبرها تا این ساعت. از همراهیتان سپاس. روزتان خوش. خدا نگهدار.